یاران و یاوران همیشگی کانال 13، آقا سلام علیکم، تبریک میگم که بالاخره قسمت سوم جوکر اومد. جوکری که به بهانه ایام عزاداری پخش نشد، به بهانه فلان پخش نشد، به بهانه بهمان پخش نشد، کلا پخش نشد. یه جورای عوامل تصمیم گیرنده رسما پیشواز عزاداری رفته بودن. دقیقاً همون چهارشنبه‌ای که جوکر پخش نشد، سریال داریوش که مثلا دارک کمدی پخش شد. بگذاریم، خلاصه که دیروز احسان علیخانی یه استوری گذاشت و گفت سلام به دوستان عزیزم، بسیار بسیار ممنونم برای محبت و حمایت شما از جوکر، مخصوصا جوکر بانوان. خدا رو شکر و انشاءالله فردا صبح قسمت 3 جوکر بانوان پخش میشه. یعنی بنده خدا هنوز برای ادامه کار امیدواره که مشکلی نباشه. سر جوکر که زیادی گیر دادن، تو ویدیو قبلی هم گفتم به خندیدن خانوما هم گیر دادن، یا یعنی با صدای بلند خندیدن و نمیدونم با صدای بلند خندیدن و اینجوری خندیدن خانوما خلاف شونات یک خانوم ایرانی اسلامی از این حرفا دیگه. خلاص بالاخره قسمت سوم پخش شد. آقا چه قسمتی هم بود. من تو قسمت اول گفتم با اغماز درباره گروه خانوما صحبت میکنم چون همه جوره دست و پاشون بسته است. اما قسمت دوم که خوب بود، ولی به نظر شخص من این قسمت عالی بود. به جرات میتونم بگم بدون هیچ ارفاق و آوانس این قسمت از گروه خانوما از کل فصل آقایون بهتر، بدون شوخی جنسی و با بازی ساده حسابی ترکوندن. البته چند تا ریز شوخی کمدار داشت، اما منم بهش اشاره نمیکنم که به نوبه خودم این داستان حساس تر نکنم و هم نذارم. بنده خدا به زور دارم پخش میکنن. حالا ما هم بیام بگیم شوخی جنسی، شوخی فلان شد، گناه دارن. راستی ساخت فصل بعد خانوما هم یه جورایی قطعی شده و یه چند تا اسمم در اومده که حالا نمیدونم کدوم قطعیه یا نه، اما خود نعیم نظام دوست گفته که توی این فصل هست. مرجان گلچینم که گفته بود حالا بیاد ببینیم چی در میاد، تصمیم میگیرم بیام یا نه، که به نظرم با این فصلی که اومد و این استقبالی که شده ایشون هم میاد. حالا سوال اینجاست که فینال جوکر ترکیبیه یا نه؟ احتمالاً ترکیبی میتونه باشه، مثل همین الان که نیکا و میمنت و اینا به عنوان جوکر و زامبی میارن، پس از لحاظ مختلط بودن احتمالاً داستان نداشته باشن. اما از لحاظ شوخی چند جلسه‌ای برای آقایون فینالیست باید کلاسای توجیهی بزنن که کلاً هیچ شوخی جنسی و ایهامداری نداشته باشن. خلاصه که این قسمت قسمت خوبی بود. البته که من دارم نظر شخصیمو میگم، اگه ندیدین برید ببینید. یعنی به نظرم کلاً این قسمت از بقیه قسمت‌های جوکر 2 بهتر. حالا به صورت جزئی‌ترم الان توضیح میدم. آقا تو قسمت قبل گفتم زنگ قرمزی که زده شده قطعاً یکیش که خانم رویا میرعلمی بود که دیدید. اما بارها شده، چه تو فصل قبل چه توی این فصل، علی خانی تو جوکر تایم یکی به دو نفر کارت میده و عجیبه که هنوز به نرگس محمدی کارت نداده. نرگس محمدی رو تو ویدیو قبل دلیل آوردم که چرا تو جوکر تایم ژاله سامتی کارت نمیگیره، اما اینکه هنوز به نرگس محمدی کارت نداده خیلیه دیگه. نرگسی که شالشو میگرفت جلوی دهنش، بازم خندش از بناگوشش مشخص. خلاص احسان جون، این پارتی بازی و من رفیق بازی با علی و جو، این چیزا رو ما متوجه میشیم. کلا مرا معرفت گذاشتی یا برای جذابیت برنامه هیچ کیو تو سه قسمت حذف نکردی تا همه نفر یه کارت بگیرن، اما جا داشت نرگس محمدی حذف میشد دیگه. نتونستی تو تدوینم در بیارید که خندیده، برای بار چندم خندیده و کارت نگرفته. اما به نظرم کاشکی حذفش میکردید تو همین قسمت حداقل. به عنوان جوکر میومد، به عنوان کسی که میومد میشست کنار بقیه، ولی اجازه خندیدن داشت. به نظرم که اینجوری مفیدتر میتونست واقع بشه. اما یکی از ویژگی‌های ریالیتی شو همین شخصیتی که از یه هنرپیشه یا سلبریتی به اصطلاح تو ذهن مخاطب شکل میگیره. تا قبل از جوکر همه نرگس محمدی رو به ستایش میشناختن یا نهایتاً زن علی اوجی، اما الان با شخصیت خودش بیشتر آشنا شدن. البته اینکه حالا این خنگبازی‌ها تیپیه که برداشته یا نه واقعاً اینجوریه رو نمیدونم. چون اینجا قسمم خورد که واقعا من نمیفهمم چیه داستان و چی دارید میگید و فکر کنم به روح باباش قسم خورد اگه اشتباه نکنم. یعنی اگه واقعا اینجوری باشه، این خنگ باشه که بامزه است و خوشبال علی اوز. کلا جوکر خانم‌ها یکی از ویژگی‌هاش اینه که کلا یادشون میره نباید بخندن. بارها دیدیم کارتایی که میگیرن به خاطر اینکه فراموش کردن کجان و نباید بخندن و اینا، از ته دل میخندن و اتفاقا همین تماشای خنده از ته دل به دل مخاطب میشینه و مخاطبم میخنده. آقا همینجا یه تشکر ویژه از احسان علی خانی میکنم که خودشو کم کرد و خودش هم گفت که انتقادا رو دیدن و دمت گرم که کم رنگ تر شدی. دیگه ما زرت و زرت احسان رو نمیبینیم. واقعا اینجوری هم برنامه جذاب تر شده. اما جدا از این تشکر اصلیم، واسه ساختن این فصل بانوانه که میدونم با همه این هزینه ها که شده و موانعی که سر راه داشتن این کارو جمع کردن و تازه دارن فصل بعدیش هم میسازن. حالا که انتقادا تاثیر داره، ما بیشتر انگیزه پیدا میکنیم که برای بهبود برنامه نظرمون رو بگیم. اول اینکه احسان علی خانی از ایرج ملکی بیرون نمیکشه و کلی با کارهای ایرج ملکی حال میکنه. البته با شوخی جوکر یک آوردنش ملبش کردن به شخص من نبودم، اما تو این ویدیو که خانوما شوخی کردن با ایرج ملکی من خیلی حال کردم. واسه همینه که میگم خانوما کلن حساب کتاب شده تر شوخی میکنن. حتی بازی تو سبک مشتو سوراخی که تو آقایون بود، تو این قسمت هم با گونه چونه کونه شونه
گونه چونه شونه اجرا کردن چقدر هم شوخی خنده‌دار و باحال بود. یعنی یه بازی به سبک بی بی سلام و مشت و سوراخ، اما چیزی که خانما میتونن بازی کنن و ایرادی هم بهش گرفته نشه. خیلی شوخی بامزه‌ای. به نظر من یکی از بهترین جوکر تایمای تاریخ برنامه جوکر رو رویا میرعلمی اجرا کرد. با اینکه گفته بودم ژاله جون کاور دلیه، اما جوکر تایمش رسما یه ایده بود. خودش کار خاصی انجام نداد. بقیه بیرون آورده بود اونا کار میکردن. اما جوکر تایم رویا پر از خلاقیت بود. انصافا رویا میرعلمی یکی از بامزه‌ترینای این فصله. حساب کن تو این اجرا ناهید مسلمی با لهجه ترکی به طرف میگه: سن الله من اردرمه. خواهش میکنم من اردرمه. یا اون یکی با لهجه لوری صحبت میکنه، اما اسم کاراکترها انگلیسیه. رویا عالی استفاده کرد از شرکت کننده ها. میگم خانوما خیلی حساب شده شوخی میکنن. نه ممیزی داره، نه به جا و کس خاصی برمیخوره. هوشمندانه است در کل. همینه فرق بین قسمت بانوان و آقایون. یعنی تفاوت بین گروه خانوما و آقایون، ما از قبل پیش بینی میکردیم که گروه خانوما ضعیف‌تر باشه به خاطر اینکه دست و پاشون بسته است. اتفاقا به قول یاس میگه که آدم تو محدودیت ها ستاره میشه. و واقعا اینکه دست و پاشون بسته است نشون دادن که بهتر میتونن خودی نشون بدن. از طرفی هم زیرک و هوشمندتر از آقایون برخورد کردن با مدل شوخیا و با خود شوخیا، جوری که به جای خاصی بر نمیخوره. بچه کوچیک میتونه ببینه تا بزرگسال، شوخی جنسی نداره، همه جوره حساب کتاب شده است. حتی من مثال زدم با ایرج ملکی چجوری شوخی کردن، یا با اقوام و قومیت ها و لهجه ها چجوری شوخی کردن. ببین یه جور شوخی میکنن که به هیچ کسی هم بر نمیخوره. حتی به جز برخوردن به کسی، حتی بخواد بی احترامی به کسی هم بشه، خیلی درگیر ممیزی و سانسور و این داستان هم نمیشه. که مثل جوکر آقایون خیلی چیزها رو ما میبینیم اما متوجه نمیشیم، به خاطر اینکه خب یه اتفاقی افتاده، سانسور شده، اینا دارن میخندن، ولی ما میبینیم که خب اتفاقی نیفتاده که اینا جلوی خندشون رو میگیرن. حالا که بازم با این وضعیت و این همه اینا خودشون حواسشون است، بازم ممیزی میخوره و نمیدونم قسمتاش هی عقب میفته، هی هفته به هفته عقب میفته، دیگه این دست این بنده خدا نیست. اون مسئولی که پشت میزه باید یه مقدار کافور بخوره که با خنده های این بنده خدا، با شوخی هاشون، نمیدونم تک تک نفس کشیدن هاشون یه موقع مشکلی براش پیش نیاد و منقلب نشه. اما بریم یه انتقاد ریز بکنیم. این قسمت همه چی شالی بود به جز یه قسمت. حتی قسمتی که نیکا و میمنت هم اومدن با لباس و دامن اسکاتلندی خیلی عالی بود و به نظرم خیلی جذاب و بامزه. اما اون یه تیکه‌ای که برنامه افتاش قسمتی بود که بیگ مسعود اومده بود، اما مسعود روشنپژو. نمیدونم شاید تو قسمت بعد یه اتفاقی بیفته. اما این قسمت که خیلی لوس بود. نمیدونم چون همه این نسل مسعودو میشناسن و یه برنامه معروف زمان بچگی ما داشت، مسابقه محله 1 و 1 و 1 2 2 2 3 و 3 و 3. شاید فکر می‌کنن که جالب باشه براشون، ولی خب در واقعیت اینه که شوخی بیگ مسعود نگرفت. حداقل در حد این قسمت نگرفت. حتی خنده جمع کردنای شرکت کننده ها بیشتر از روی دلسوزی به نظر می اومد که مثلا دارن تلاش میکنن که نخندن. حالا که عوامل برنامه‌های سوشال مدیا رو میبینن و به نقدا توجه میکنن، مورد آخرم بگم این که آقا جون، احسان داداش، این خنده های فوق اگزاجره سر یه خاطره معمولی را میندازیم تا جناب علی دکمه سبز رو بزنی خیلی فیکه. نکنید دیگه آقا، من بارها از قسمت اول جوکر اینو گفتم. یکی شروع میکنه خاطره گفتن، بقیه همه الکی میخندن، خیلی خنده های زیادی از حد نسبت به اون خاطره. که بعد احسان میگه ها حالا شد وقتش تق میزنه دکمه رو. آقا یا یه کاری کنید واقعا با مزه باشه که همه بخندن، اون موقع دکمه رو بزن، یا نه حالا دو سه نفر دارن میخندن، دو سه نفر دارن گوش میدن، دکمه رو بزن. لزومی نداره همه دارن یه دفعه خیلی خنده های الکی میکنن، بعد مثلا تو میگی حالا وقتشو باید بزنی، بعد اونا هم خنده خیلی زیادی از حدی که فیکر رو جمع کنن و بازی استارت بخوره. اینو از فصل یک، از جوکر یک، از قسمت اول تو تمامی قسمت ها بوده و هنوز هم هست. این یه موردم حل کنی که دیگه ما ممنون تیم عالی. خب بچه ها دوستم نظرتون رو درباره برنده این فصل بدونم. به نظرتون کی برنده میشه و کی از همه بامزه تره؟ اونی که از همه بامزه تره رو اتفاقا بیشتر دوست دارم بدونم. به زودی هم با یه سری ویدیو خفن قرار بیام که مثل همیشه سورپرایزتون کنم. پس لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله و تنیس رو فراموش نکنید و مثل همیشه مراقب زیباییاتون باشید و خدا نگهدار.